درود بر شما. همون برنامه قبلی که ما به صورت دائم کار و بدون سمبول در نظر گرفتیم رو اینجا ما می‌خوایم براش بیایم و اون ورودی و خروجی که داریم رو براش سمبول تعریف کنیم. خب من این آدرس رو شما در نظر بگیرین، روش دابل کلیک که می‌کنم این صفحه برای من باز میشه. من میام روی لوکال وریبل و نیو وریبل رو انتخاب می‌کنم. میگه خب اسم این وریبل یا متغیری که می‌خوای براش در نظر بگیری چیه؟ مثلا من میگم استارت 1. خب میگه خب نوعش بولین، وریبل آدرسش هم ix 0 و 0 و 0 هستش. اوکی که بزنم این استارت 1 میاد اینجا قرار میگیره. اوکی دوم رو که بزنم اینجا دیگه عملا ix 0 و 0 و 0 دیگه قرار نداره، بلکه استارت 1 با رنگ آبی میاد اینجا مشخص میشه. اگر من برم روش آدرسش که ix 0 و 0 و 0 هستش میاد و نمایش داده میشه. همین کار رو هم میتونم برای کیو 0 و 0 و 0 قرار بدم. میگم خب این آدرس من هست، میذارم نیو وریبل، اسمشو مثلا میذارم موتور 1. در نظر داشته باشین که فاصله شما نمیتونید بدید. اگر فاصله بدین خب بولین وریبل آدرس هم اینه، اوکی که بزنم از من قبول نمیکنه. یا باید بین این فاصله آندرلاین بزنین یا اینکه فاصله ای در کار نباشه. میگم موتور 0 اوکی، اوکی دوم بزنم اینجا موتور 0 1 میاد و قرار میگیره. الان اینجا ما دو تا مقدار داریم، یکی موتور 0 و یکی استارت 1 که اینجا اومدیم براش در نظر گرفتیم. اگر خواستیم ما میتونیم یک برنامه دیگه، یعنی یه متغیر دیگه میتونیم اینجا تعریف بکنیم. مثلا بگیم که اینو بگیم استارت 2، نوعش بولین، آدرسش هم مثلا ix 0 و 0 و 1 مثلا. خب به این صورت میتونیم براش در نظر بگیریم و گزینه اوکی رو بزنیم و توی برنامه میتونیم بریم به جای این استارت 1 میتونیم اینجا انتخاب بکنیم مثلا استارت 2 رو انتخاب بکنیم. اوکی که بزنم این میشه استارت 2. پس ما متغیرها رو از این قسمت لوکال وریبل هم میتونیم از قبل تعریف بکنیم و توی برنامه ازشون استفاده بکنیم. ببینید الان من میرم توی برنامه اینجا یه کانتاکت نات میذارم. خب بعد اسمشو میتونم بذارم استارت 1. ببینید الان شد استارت 2 نورمالی اوپن، نورمالی کلوز، استارت 1. پس یا میایم توی جدول لوکال وریبل از قبل ورودی خروجی ها، مموری ها، کانتر، تایمر، اونایی که میخوایم اون تعدادی که میدونیم اینا رو حتما استفاده میکنیم میتونیم بیایم اینجا تعریف بکنیم، یا اینکه در حین اینکه داریم برنامه مینویسیم میتونیم بیایم و توی برنامه اون ورود و خروجی ها رو تعریف بکنیم و ازش استفاده کنیم. این کار رو برای چی انجام میدیم؟ برای اینکه خانایی برنامه ما زمانی که تعداد خطهای برنامه ما زیاد میشه خانایی برنامه ما بیشتر بشه.